با سلام و درود خدمت شما دوستان زبان آلمانی و کشور آلمان احسان هستم از کانال لغت روز امروز میخوایم با هم دو تا اصطلاح کار کنیم خب بریم سراغ اولین اصطلاح اولین اصطلاح بلاو ماخن بلاو ماخن اگه بخوایم لغت به لغت معنیش کنیم میشه آبی کردن ولی خب هممون میدونیم که اصطلاحات و ضرب مسئله ها رو لغت به لغت ترجمه نمیکنن اینجوری اشتباه در میاد بلاو ماخن یعنی اینکه از مدرسه جیم شدن از زیر کار در رفتن از یعنی سر کار نرفتن از جایی فرار کردن اینکه نخوای یک جایی بریم مثلا دانشگاه نخوای بریم مدرسه نخوای بری یا اینکه سر کار نخوای بری بلاو ماخن مثلا اینکه هویت هاب کین لوست این دی شوله سو گهن هویت einfach بلاو یعنی اینکه من امروز حال و حوصله مدرسه رو ندارم امروز میخوام از مدرسه جیم بشم این ضربان مثل از کجا میاد خیلی قدیما یه دوشنبه تعطیلی بود یعنی یه جشن بود یه بلاون مونتاگ به اسم بلاون مونتاگ و توی این روز کرک و پشم رو رنگ می کردن. حالا یه رسم قدیمی بوده که مال خیلی قبل تر بوده وقتی که این کرک و پشم رو رنگ می کردن، توی هوا یه رنگ آبی مانندی شکل می گرفت. این اصطلاح از اونجا میاد خب بریم سراغ دومین اصطلاح ein Mekka sein ein Mekka خودمون یعنی اینکه یه جای خیلی مهمی بودن ایدیال ارد یا اینکه یک پرفکت ارد باشه خب بیاین ببینیم توی جمله چجوریه دی اشپیل Spielmesse findet einmal im jahr statt sie gilt als Mekka für یعنی اینکه این نمایشگاه بازی یک بار در سال برگزار میشه و اینکه یه جایی خیلی خوبیه یه پرفکت او ارتیه واسه کسایی که اینجور بازی ها رو دوست دارن یا اینکه طرفدار بازی هستن و باید حتما اونجا برن یعنی اینکه این مکه فور یعنی جای خیلی مهم بهترین جایی واسه چیزی بودن این مکه فور سلام دوستان احسان هستم از کانال لغت روز امروز با هم میخوایم دو تا اصطلاح دیگر رو کار کنیم اولین اصطلاح یه مندن بیلد یه یمندن اینس یعنی اینکه یه نفری رو از در رابطه با یه کاری یا یه مطلب یه موضوعی رو باخبر کردن یه کسی رو باخبر کردن از مطلب یا موضوعی م... میام توی مثال ببینیم چه جوریه یعنی اینکه ich انسپیرت زن. اش میسته این انسپیرت یعنی اینکه من می بایست اونا با خبر کنم. در واقع حالا یه موزی ممکنه باشه یه مطلبی ممکنه باشه. اش یعنی این انسپیرت یه مرد انسپیرت یعنی اینکه کسی رو با خبر کردن حالا ممکنه در با موزی باشه در با روخت باشه یا هرچی باشه. یه مرد انسپیرت خب بریم سراغ دومین استداحمون. از تن عالن aus dem Augen, aus این اصطلاح خیلی همون شنیدیم خیلی همون به فارسی یه معادلش هست یعنی اینکه هر چی که از دیده برود از دل برود یعنی اینکه کس... چیزی یا کسی یا موضوعی که زیاد جلوی چشممون نباشه آدم کم کم اونو فراموش میکنه مثلا میتونید اینجوری بگید آستم آگن آستم زین یعنی این چیزی که جلوی چشممون نباشه ممکنه فراموش کنیم یا یعنی اینکه کم کم فراموش یا اینکه از دل برود هر آنچه از دیده برفت درستش کاملش اینجوریه خب دوستان موفق و پیروز باشید تا بعد